ایران در شرایط تحریم تا کجا میتواند روی همسایگانش حساب کند؟ وزیر برق عراق میگوید به ادامه معافیت برای خرید از ایران امیدوار است. آیا تحریم ها بر دسترسی مردم به دارو در ایران تأثیر داشته؟ بررسی بی بی سی فارسی نشان میدهد که واردات دارو کم شده. بی خبر از آن که یک موتورسیکل سوار با سرعت میاد و موبایلش را با خودش میگیرد و میبرد. به همین راحتی. و قتل و دزدی و زورگیری، افزایش جرم و جنایت خواب از چشم کابلی ها گرفته. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. عراق کشوری است که قطع مداوم برق جزئی از زندگی روزمره مردمانش است و بسیاری از شهرهایش هنوز گاهی تا بیش از 20 ساعت خاموشی را آن هم در داغ‌ترین فصل سال تجربه می‌کنند، به خصوص اگر در برقی که از کشور همسایه ایران می‌آید اختلالی ایجاد شود. عراق برای تأمین کمبود برق از ایران گاز هم می‌خرد. با اینکه حوزه انرژی بخش مهمی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تشکیل می‌دهد، بغداد تا کنون توانسته از تعهد به این محدودیت‌ها معاف شود. با این حال لؤی خطیب وزیر برق عراق میگوید با اینکه فعلا راه بهتری جز ایران برای تامین برق وجود ندارد، عراق در پی یافتن کشورهای جایگزین است. خبرنگار ما نفیسه کوهنورد گفتگوی اختصاصی داشته با آقای خطیب و نگاهی کرده به مشکلات و دغدغه های عراق درباره برق و تاثیر تنش ها میان ایران و آمریکا بر آن. روشنایی شب‌های عراق تا حد زیادی در گروه ایران است. تقریباً 40% برقی که خانه‌های عراقی‌ها و کوچه و خیابان‌هایشان را روشن می‌کند، از گازی تأمین می‌شود که این کشور از همسایه شرقیش می‌خرد. در روزهای طولانی و داغ تابستان عراق، برقی که از ایران می‌آید حیاتی‌تر هم می‌شود، به خصوص در شهرهای جنوبی این کشور. برق که نباشه خنک کننده و کولر و اینها هم کار نمیکنه. اینجا در بصره هوا به نزدیک 50 درجه رسیده و گاهی فقط یه باد داغ میاد که اون هم خنک نمیکنه. تصور کنین چند مدت بعد از این هم اینجا گرمتر میشه و بدون برق زندگی واقعا فکر میکنم غیر قابل تحمل باشه. وابستگی عراق به برق و گاز ایران اما مهمترین دلیلی است که این کشور فعلا از تحریم‌های آمریکا ضد ایران در حوزه انرژی مستثنا شده. در حال حاضر ما از ایران گاز کافی برای سوخت لازم جهت تولید 2800 مگاوات برق در نیروگاه‌های داخل کشور وارد می‌کنیم. علاوه بر آن چیزی حدود 1200 مگاوات هم برق مستقیم از ایران وارد می‌کنیم. در نتیجه تقریباً برای 4000 مگاوات برق وابسته به ایران هستیم. چه برق تولیدی از گازی که از ایران میاد و چه برق وارداتی مستقیم که از این کشور وارد می‌کنیم. اینجا مسئله تحریم ها هم مطرحه. انتظار آمریکایی ها از شما چی بود و شما چه جوابی براشون داشتین؟ فعلا ما از معافیت و استثناها بهره میبریم و درک مشترکی هم بین سه کشور عراق، ایران و ایالات متحده وجود داره که این روند باید ادامه پیدا کنه تا زمانی که ما بتونیم وضعیت عراق رو بهتر کنیم. حجم این آسیبی که جنگ به زیرساختاتون به خصوص در حوزه انرژی زده چقدره و چند سال لازم دارین که بازسازی کنین؟ همونطور که میدونید جنگ علیه داعش حدود 20% سیستم انتقال و توزیع برق و حدود 25% نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌ها رو از بین برده. برای بازسازی اینها ما زمان لازم داریم. چیزی حدود 3 تا 4 سال، حداقل تا بتونیم دست کم بخشی از سوخت نیروگاه ها رو خودمون تولید و ذخیره و تغذیه کنیم. برای همین ما فعلا نیاز به واردات گاز از همسایه‌ها داریم و در حال حاضر
ایران آسان ترین عرضه کننده است. به رغم معافیت ها، مقامات آمریکایی از جمله ریک پری وزیر انرژی آمریکا که اواخر سال گذشته میلادی به عراق سفر کرده بود، بارها تاکید کردند که عراق باید وابستگیش به ایران در حوزه انرژی را به صفر برساند. از آقای خطیب در این باره پرسیدم. یک تصور غلطی در طرف آمریکایی درباره خرید انرژی از ایران وجود داشت که من ناچار شدم در مصاحبه ها با رسانه ها و در دیدار با هیئت های آمریکایی در این باره توضیح بدم. به آنها گفتم که طرح ما اینه که در نهایت خیلی به واردات برق و گاز وابسته نمونیم، چه از ایران، چه ترکیه یا عربستان سعودی یا قطر. بحث بر سر زمانیه که ما برای توسعه و توانایی تولید ملی لازم داریم. واقعیت اینه که هیچ راه حلی برای ما فعلا وجود نداره که دگمه رو فشار بدیم و یک شبه اتفاق بیفته. ما 3 یا 4 سال برای بهبود شرایط وقت لازم داریم. و البته بعد از این دیدار گفتگوهای صریحی درباره برنامه‌هامون وجود داشته که از طرف آمریکا خوب درک شده و نتیجه‌اش معافیت‌های بیشتر و حمایت‌های بیشتر بوده. به معافیت‌ها اشاره کردین که هر 3 ماه یک بار تمدید می‌کنن. فکر می‌کنین یک جا اینها رو قطع بکنن یا به نظرتون از نظر زمانی نامحدوده؟ انتظارم اینه که این معافیت‌ها ادامه پیدا کنه، چون هر فشاری بر عراق یا هر سیاستی که امنیت عراق رو به خطر بندازه فقط تأثیرش بر عراق نخواهد بود، بلکه بر اقتصاد جهان هم اثر خواهد گذاشت. ما درباره به خطر انداختن انتقال نفت از جنوب عراق حرف میزنیم که میتونه به اقتصاد جهان ضربه بزنه. ما درباره احتمال به خطر افتادن امنیت عراق حرف میزنیم که اگر تروریسم برگرده این بار میتونه به بقیه کشورها هم سرایت کنه. چطور متوقف کردن این معافیت‌ها میتونه امنیت عراق رو به خطر بندازه؟ هیچ گزینه دیگه‌ای وجود نداره. لازم همه با عراق همکاری کنن. اگر همکاری نکنن، اقتصاد جهانی به طور جدی به خطر میفته. همین وضعیت جغرافی سیاسی عراق به اندازه کافی گویاست. من فقط درباره عراق حرف نمیزنم. درباره امنیت اقتصاد جهانی و امنیت انرژی و امنیت جهانی حرف میزنم. این دیوارهای سوخته به جا مانده از استانداری بصره یادآور تظاهراتی است که سال گذشته با قطع برق از سوی ایران به آشوب کشیده شد. تظاهرات برای اعتراض به بیکاری و کم توجهی سردمداران بغداد به بصره شروع شده بود. اما نبود برق در اوج گرما خشم تظاهر کنندگان را شعله ور کرد. با آنکه تهران دلیل این کار را بالا رفتن مصرف داخلی و بدهی عراق عنوان کرد، آتش اعتراض‌ها دامن کنسولگری ایران در بصره را هم گرفت. اما آیا امکان دارد که فشارها بر ایران مانع صادرات برق به عراق شود؟ و اگر چنین شود، چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ It will certainly compromise our security, but the liability of that. قطعاً این مسئله بر امنیت عراق تأثیر میذاره، اما مسئولیت و تأثیر اون دامن همه طرفهای رو هم که آمدانه عراق رو به خطر بندازن میگیره. و من مطمئنم ثبات عراق برای همه اهمیت داره، به خصوص به خاطر نقشش در تولید نفت و جلوگیری از گسترش تروریسم به شبه جزیره عربستان. The Arabian Peninsula from not allowing this terrorism to spill over to other countries. How sees that as you are trying to replace. اما به نظر میرسه در نهایت فشار و تلاشی هست برای اینکه ایران با شرکت‌های دیگه جایگزین بشه. کاری که ظاهراً آمریکا هم در تلاشه که انجام بگیره. فکر نمی‌کنین این مشکل ایجاد بکنه؟ To provide energy for تا جایی که من اطلاع دارم، ایرانی ها خریدارهای بسیار دیگه ای هم دارن و فقط وابسته به فروش به عراق نیستن. ایران کشور بزرگیه با سیاست های بسیار پیچیده و به هر حال من فکر نمی کنم این مسئله ای باشه که ما بخوایم درگیرش بشیم. در نهایت من به عنوان وزیر برق عراق برام مهمه که بهترین قرارداد رو برای کشورم تضمین کنم، حالا چه از کشور الف یا کشور ب.
Let it be from country A or country B. اتفاقا همین که رسیدیم یک هیئت ایرانی ساختمون شما رو ترک کرد. و البته چند روز قبل من میزبان یک هیئت بلندپایه از واشنگتن بودم و همچنین مهمانهایی از اروپا و دیگر کشورها. ما وزارت مهمی هستیم و مدام در حال میزبانی از مشتری‌ها و کشورهای مختلفیم. چه انتخاب دیگه‌ای در حال حاضر جز ایران دارید برای تأمین برق؟ Providing energy power that you need other than Iran. در حال حاضر داریم با تعدادی از کشورهای همسایه برای بیشتر کردن همکاری‌ها و ارتباطمون در این زمینه مذاکره می‌کنیم. از جمله اردن و عربستان سعودی و کویت و دیر یا زود اگر لازم باشه تصمیم‌هایی درباره واردات احتمالی از این کشورها می‌گیریم. اما این تصمیم‌ها فقط بر اساس قیمت رقابتی و توان عرضه است و نه چیز دیگه. به عنوان نمونه اگر عربستان سعودی قیمت بهتری بهمون بده همین الان باهاشون قرارداد امضا می‌کنم. با همه اینها عراق برای رسیدن به خودکفایی یا حتی جایگزین کردن ایران با فروشنده‌های دیگر راه پرپیچ و خمی پیش رو دارد. هرچند به گفته بعضی مسئولان عراقی مثل وزیر برق دستیابی به این هدف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه، به شرط آنکه امنیت در این کشور قربانی دعوای همسایه شرقی و متحد غربی نشود. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، عراق. یک سال از تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران می‌گذرد. تحریم‌هایی که دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام آنها را بازگرداند. آقای ترامپ گفته امیدوار است بتواند به توافقی بهتر با ایران دست پیدا کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال از سیاست فشار حداکثری به ایران گفته و اینکه تا به حال موفق شده کشورهای دیگری را هم در تحریم ایران با خود همراه کند. جزئیات بیشتر از سام پرزانه. هیچ وقت، هرگز در زندگیم هیچ قراردادی ندیده بودم که مذاکراتش اینطور با بیکفایتی انجام شده باشه که توافق ما با ایران انجام شده. واقعا هیچ وقت. این فقط یکی از دفعاتی بود که دونالد ترامپ در دوره رقابت‌های انتخاباتیش از برجام بد گفت. قراردادی که بین ایران و شش قدرت جهانی بسته شد و یکی از دستاوردهای سیاست خارجی آمریکا در دوره باراک اوباما به حساب می‌آمد. بعد از رسیدن به ریاست جمهوری، آقای ترامپ پیام مخالفتش با برجام را از جمع هواداران به مجامع بین المللی هم برد. رونمایی از شهر تولید موشک. رئیس جمهوری آمریکا از جمله با آزمایش‌های موشکی ایران سر مخالفت دارد. اونا به روح این توافق عمل نمی‌کنند. ما کاراشون رو خیلی خیلی دقیق بررسی می‌کنیم و در آینده نچندان دور به این کارا پاسخ می‌دیم. اما ایران به روح توافق پایبند نبوده. اما تا چند نفری از کابینه‌اش بیرون نرفتند، او تصمیم خود برای خروج از برجام را عملی نکرد. از جمله آنها رکس تیلرسون، وزیر خارجه پیشینش که هر بار پایبندی ایران به برجام را تایید می‌کرد. آقای ترامپ بالاخره در 8 ماه مه 2018 به وعده خود عمل کرد و دستور خروج آمریکا از برجام را صادر کرد. خیلی ممنونم. این کار امنیت آمریکا رو بیشتر میکنه. خیلی متشکرم. با بیرون آمدن آمریکا از برجام راه برای تحریم ایران باز شد. هدف ما این است جلوی رسیدن پول به دولت ایران را بگیریم که خرج خشونت و بی‌ثبات کردن خاورمیانه و جهان نداشته باشد. هدف ما این است که رژیم رفتار انقلابیش را کنار بگذارد. آمریکا 6 ماه به گروهی از خریداران نفت ایران معافیت داد تا به سراغ فروشندگان دیگر بروند. با پایان این دوره معافیت‌ها دیگر تکرار نشدند. آمریکا بعد از اینکه از برجام خارج شد و تحریم‌هایش بر این کشور را دوباره برقرار کرد، ارزش پول ایران و اقتصاد این کشور را در کل دچار سقوط کرد و طبیعی است که ایران می‌خواهد از این موقعیت خارج شود.
اروپایی ها که یک طرف برجام بودند سعی کردند با راه اندازی ساز و کار مالی ویژه این توافق را نجات دهند، تلاشی که تاکنون برای ایران راضی کننده نبوده. ایرانی ها خیلی میخواهند از این شرایط بیرون بیایند. کارهایی هم کردند. به نظر ما کارهایی مثل حمله یا تنش با کشتی ها در تنگه هرمز یکی از این هاست. هدفشان هم اختلاف اندازی بین آمریکایی ها و کشورهای دیگر است که از زیر بار تحریم ها خارج شوند. درگیری در تنگه هرمز آنجا بالا گرفت که ایران حتی یک پهپاد آمریکایی را هم زد. اتفاقی که دو کشور را تا سرحد رویاروی نظامی هم پیش برد، اما دونالد ترامپ در آخرین لحظه حمله نظامی را متوقف کرد. رئیس جمهور ترامپ میگوید که جنگ نمیخواهد و ثابت هم کرده که نمیخواهد. نشانه اش هم این که دستور حمله را صادر نکرد، اما انگار که هیچ فکری هم برای خروج از شرایطی که آمریکا را در آن قرار داده ندارد. آمریکا می‌خواهد با فشار تحریم‌ها به ایران این کشور را به میز مذاکره فراخواند تا این بار به قراردادی جامع‌تر با ایران دست پیدا کند، قراردادی که بسیاری از ناظران معتقدند که در شرایط حاضر دست یافتن به آن ممکن نیست. تنها چیزی که باید بخواهیم این است که ایران به حد و حدود توافق قبلی بازگردد. این کار را هم با برداشتن تحریم ها می توانیم انجام دهیم. اینطوری بحران را تمام می کنیم و روابط را به شرایط معمولی تری برمی گردانیم. آن وقت می توانیم برای صلحی پایدار قدم برداریم. اما آیا آمریکا که حتی رهبر و وزیر خارجه ایران را تحریم کرده، حاضر است از سیاست فشار حداکثریش دست بکشد؟ آیا ایران حاضر است که بر سر مسائل هسته‌ای، موشکی یا سیاست‌های منطقه‌ایش دوباره با آمریکا مذاکره کند؟ مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا، اعتماد نکنید. فعلا که دو طرف به نظر نمی‌رسد بخواهند ذره‌ای از مواضع خود کوتاه بیایند. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. به گزارش مرکز آمار ایران، در یک سال گذشته هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی 19% افزایش داشته. مردم ایران از کمبود دارو میگویند و دولت علت هر دو را تحریم های آمریکا میداند. آیا دارو و مواد پزشکی تحت تاثیر غیر مستقیم تحریم ها قرار گرفتند؟ جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. ایالات متحده میگوید تحریم جمهوری اسلامی شامل اقوام بشردوستانه نمی شود. امروز میخوام مستقیم با مردم ایران درباره افسانه تحریم های دارویی حرف بزنم که رژیم ایران مرتب از اون حرف میزنه. برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، در پیام ویدیویی تاثیر تحریم های آمریکا بر کمبود دارو در ایران را بی پایه و اساس خواند. طبق قوانین ما، مجوز کلی صادرات مواد پزشکی و دارویی به ایران وجود داره. دولت ایران اما نظری مخالف دارد. چند هفته پیش محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نیویورک گفته بود دسترسی به داروهای نجات دهنده زندگی در ایران محدود شده است. در حالی که دارو و غذا در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارند، اما ایران برای واردات آن دچار مشکل است. با برگشتن تحریم‌های آمریکا در حوزه صنعت و بانک در نوامبر سال گذشته، بسیاری از بانک‌های بزرگ در اروپا از ترس مجازات و محرومیت از سیستم مالی ایالات متحده حاضر نیستند به سادگی با ایران کار کنند. جاستین واکر، مدیر سیاست‌های تحریم‌ها در امور مالی و نماینده انجمن بانکداری بریتانیا، در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته بود با وجود تحریم‌های آمریکا، تجارت کالاهای بشردوستانه با ایران پیچیده است. صادرات دارو به ایران از طریق سیستم‌های بانکی بریتانیا بسیار سخت شده و تجارت با ایران در سال گذشته افت چشمگیری داشته است. یکی از صادرکنندگان دارو در اروپا به بی بی سی گفت علی‌رغم میل سازندگان و صادرکنندگان اروپایی برای کار با ایران، جابجایی پول یکی از عوامل بازدارنده آنهاست. من فکر میکنم مشکل اصلی بانک ها اینه که به خاطر تحریم ها نمیتونن راهی رو پیدا کنن که بدون جریمه شدن و دور زدن تحریم ها با ایران کار کنن. واقعیت هم اینه که کار با ایران پول چندانی برای بانک ها نداره که به درد سرش بیارزه، حتی اگر معاملات بشر دوستانه باشه. ایران میگوید 96% از داروهای مورد نیازش تولید داخلی است.
این در حالی است که یک سوم مواد اولیه تولید وارداتی است. من چند سال پیش دچار آنسفالیت شدم و از اون موقع داروی لاموتریژین که ضد تشنج هست استفاده میکنم. متاسفانه من به داروی ایرانی حساسیت داشتم، به ناچار داروی خارجی رو باید تهیه میکردم. 3 ماه پیش 200 تا قرصش رو گرفته بودم، 300 و خورده این، از اینکه 400 هزار تومن. وقتی که تازگی ها رفتم دوباره نسخم رو تمدید کنم، همون 200 دونه قرصش شده بود 1.5 میلیون. بی بی سی آمارهایی از واردات به ایران به دست آورده که نشون میدن واردات دارو و کالاهای پزشکی به ایران با اینکه جزو تحریم‌های آمریکا نیستن اما کاهش قابل توجهی داشته. این آمارها نشون میدن ارزش کلی واردات دارو از ماه سپتامبر سال گذشته کاهش چشمگیری داشته، اگرچه تشخیص اینکه آیا تحریم‌ها علت اصلی این کاهش بوده کار دشواریه. سوئیس یکی دیگر از تأمین کنندگان مهم دارویی است که صادراتش در ماه‌های منتهی به نوامبر سال 2018 قبل از بازگشت تحریم‌ها افزایش داشته. در 6 ماه اول امسال سوئیس نزدیک به 80 میلیون فرانک محصولات دارویی را به ایران صادر کرده که نسبت به 113 میلیون فرانک سوئیس در سال گذشته 30% پایین آمد. اینستکس هم که یک مرحله مقدماتی بوده هنوز عملیاتی به صورت کامل نشده. اینستکس کانال مالی که اتحادیه اروپا برای راه اندازی سازوکار مالی با ایران پیشنهاد کرده بود هنوز بی نتیجه مانده. به گفته انجمن بانکداری بریتانیا تلاش‌ها برای عملیاتی شدن این کانال مالی همچنان ادامه دارد. این کانال راهی است برای فرار از سیستم‌های پیچیده بانکی پس از تحریم‌ها و راه حلی برای خرید و واردات دارو و کالاهای بشردوستانه به ایران. آنایتا شمس، بی بی سی. فرماندهی پلیس کابل میگوید که در 3 ماه گذشته بیشتر جرائمی که در پایتخت افغانستان رخ داده سرقت و رهگیری بوده. با وجود این پلیس ادعا میکند که جرائم نسبت به سال قبل کاهش یافته. مردم اما نظر برعکس دارند. داستانهای موبایل قاپی و زورگیری آن هم در روز روشن نقل بسیاری مجالس است. در برخی موارد افرادی که برای حفظ مالشان با دوست‌ها بگومگو کردن جانشان را از دست دادند. علی حسینی خبرنگار ما در کابل میگوید دولت در جلوگیری از این جرائم موفق نبوده. چند دقیقه پیش اینجا دفنش کردند. مهراب به خاطر 1000 افغانی پول $12 کشته شد. بیش از 30 سال عمر داشت و 2 فرزند 4.5 و 2.5 ساله. نزدیکانش میگویند حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در منطقه نسبتاً پر رفت آمد در کابل حادثه رخ داد. ساعت 1:30 روز بود که از خانه برامان گفت بچه ها گفتن اموجه کام نفر از زدن کشتن کده چاقو. آمدم دیدم مهراب جان بوده. ما چشم دید خودم دو چاقوش دیدم که یکی سر قلب پرده و یکی زیر سینه. جان و مال بسیاری از باشندگان کابل، پایتخت 5 میلیون نفری، در امان نیست و بارها تابوت قربانیان جرایم مختلف بر دوش کابل نشینان سنگینی کرده. اونو ایست تقریبا 4 دانه حسیب فرمولی که دکتر است تا کنون 2 بار گرفتار دوست‌های خیابانی شده. در تازه ترین مورد ساعت 10 قبل از ظهر. در همین کوچه‌ای که رفت آمد در آن کم نیست 2 موتور سوار سد راهش شدند با خونسردی. بسیار خوب راحت با یکی دیگه دیالوگ داشتن، با یکی دیگه میگفتن که پولش میگیره، موترش میگیره، بیا چاقو میزنیمش. با وجود از اینکه اصلا پوز خودم نپیچانده بودن، بعد از اینکه خوب لط و پوپ کردن پولم گرفتن، موبایلم گرفتن. دزدی های خیابانی و رهگیری به ویژه به خاطر پول و موبایل در کابل کم نیست. بخش عمده ای از سرقت ها از جمله موبایل دزدی توسط افراد موتورسیکل سوار انجام شده. مثلا بارها رخ داده که یک فرد در داخل موتر نشسته در حال استفاده از موبایلش است و بی خبر از آن که یک موتورسیکل سوار به سرعت میاد و موبایلش را با خودش میگیرد و میبرد به همین راحتی. بازار فروش موبایل های کهنه دست دوم ارزان و دزدی شده.
بسیاری از موبایل های دزدی شده در همین بازار و یکی دو بازار مشابه دیگر بازار خرید و فروش دارد. بسیاری مردم از بیروزگاری میفروشه او بجای است و دویم دیگه ای است که فامیلی بعضی موبایل ها سرقت می شود او از خود افراد داره فامیلی با مو افراد مشخصشان میره اموجا معامله میکنه ای که باز با کی میفروشه او نامعلوم است. نیروهای امنیتی به ویژه پلیس میگویند تلاششان را بیشتر و حرفه‌ای تر کردند. نیروهایی که در کنار شورشگری بار مبارزه با جرایمی چون قتل و دزدی را نیز بردوش دارند. خب رضایت رئیس جمهور وقتی است که ما شکایت از مردم کم داشته باشیم. دیگه چک نیست که هر گزارش یک حادثه یا یک جرم رئیس جمهور افغانستان متاثر می سازه. ما امیدوار هستیم که به یک مرحله برسیم که پلیس افغانستان تسلط قوی و کامل بالای ای مورد داشته باشه، اما به او یک موقع نرسیدیم که واقعا ما تمام جرایم از بین برده باشیم. احساس ناامنی در غروب‌ها و شب‌ها بیشتر می‌شود. احتمال دارد فردی که از روبرو می‌آید یک دفعه دست به اسلحه شود و بگوید دار و ندارت را بده. احتمال هم دارد این اتفاق نیفتد. اما تا هنگام رد شدن آن فرد نگرانی آن وجود دارد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.